فصل دوم. ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند، همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست. زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست، نه تنها گناهان ما، بلکه گناهان همه مردم دنیا. فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت می کنیم می توانیم مطمئن باشیم که او را می شناسیم. و اگر کسی بگوید که او را می شناسد ولی طبق دستورات او عمل نمی کند، دروغگو و از حقیقت دور است. اما وقتی کسی مطابق کلام خدا زندگی می کند، محبت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است. از این راه می توانیم مطمئن باشیم که در خدا زندگی می کنیم. هر که بگوید که در خدا زندگی می کند، زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی مسیح باشد. ای عزیزان، دستوری که به شما می نویسم فرمان تازه‌ای نیست، بلکه دستوری است قدیمی، یعنی همان است که شما از ابتدا داشته اید و این همان پیامی است که از اول شنیده اید. در هر حال دستوری تازه به شما می نویسم و حقیقت آن هم در مسیح و هم در شما دیده می شود، زیرا پایان ظلمت نزدیک و نور حقیقی در حال درخشیدن است. اگر کسی ادعا کند که در نور است و در این حال از برادر خود نفرت دارد، او هنوز در ظلمت است. هر که برادر خود را دوست بدارد در نور زندگی می کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد. اما هر که از برادر خود متنفر باشد در ظلمت است. در ظلمت راه می رود و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. ای فرزندان کوچک، به شما می نویسم، زیرا گناهانتان به خاطر نام مسیح آمرزیده شدند. ای پدران، به شما می نویسم، زیرا او را که از ازل بوده است می شناسید. ای جوانان، به شما می نویسم، زیرا که بر شیطان پیروز شده اید. ای کودکان، به شما نوشتم، زیرا شما پدر را می شناسید. ای پدران، به شما نوشتم، زیرا او را که از ازل بوده است می شناسید. ای جوانان، به شما نوشتم، زیرا نیرومند هستید و کلام خدا در شماست و شما بر شیطان پیروز شده اید. به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در او نیست. هر آنچه به جهان تعلق دارد، یعنی آنچه نفس اماره آرزو می کند و آنچه چشمان می بینند و طلب می کنند و آنچه مایه فخر و غرور است، از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلق دارند. جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت، اما هر که اراده خدا را به جا آورد تا به ابد زیست خواهد کرد. ای فرزندان من، ساعت آخر فرا رسیده است و چنان که شما شنیدید که دشمن مسیح در زمان آخر ظاهر خواهد شد و حالا می‌بینیم که دشمنان مسیح که ظاهر شدند زیادند و از این رو می فهمیم که ساعت آخر نزدیک است. این دشمنان مسیح از بین ما رفته و از میان ما بیرون رفتند. آنها در واقع هیچ وقت به ما تعلق نداشتند. اگر متعلق به ما می بودند می ماندند. اما رفتند تا معلوم گردد که هیچ یک از آنها در حقیقت از ما نبودند. اما مسیح شما را با روح القدس خود مسح کرده است و از این رو همه شما حقیقت را می دانید. من این را به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت بی خبرید، بلکه چون آن را می دانید و آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمی گیرد. پس آن دروغگوی واقعی کیست؟ کسی که بگوید عیسی مسیح نیست. این شخص دشمن مسیح است، چون او هم پدر و هم پسر را رد می کند. هر که پسر را رد کند، پدر را نیز رد کرده است. و هر که پسر را بپذیرد، پدر را نیز پذیرفته است.
بگذارید تأثیر پیامی که از اول شنیدید در دلهای شما باقی بماند. اگر تأثیر آنچه که از اول به شما گفته شده است در دلهای شما بماند، شما همیشه در پدر و پسر خواهید بود. و وعده عیسی مسیح این است که او حیات جاویدان به شما خواهد بخشید. من این چیزها را درباره اشخاصی که می‌خواهند شما را گمراه سازند نوشتم. و اما شما نیازی نداری که کسی شما را تعلیم دهد، زیرا روح القدس که مسیح به شما داده است در شما زندگی می کند. روح خدا در هر مورد به شما تعلیم می دهد و تعالیم او برحق است و در آن ناراستی نیست. پس همانطور که روح به شما تعلیم می دهد در مسیح بمانید. آری ای فرزندان من، در او بمانید تا در وقت ظهور او نه تنها احساس شرمندگی نکنیم، بلکه با اطمینان به حضورش حاضر شویم. اگر درک کرده اید که مسیح کاملا نیک است، باید این حقیقت را نیز بدانید که هر که نیکی کند فرزند خداست.